بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، که جز نیک و بد بر نماند قرار، همون به که نیکی بود یادگار. بیا تا به شادی دهیم و خوریم، چو گاه گذشتن بود بگذریم. چه بندی دل اندر سرای سپنج، چه نازی به گنج و چه نالی ز رنج. بسیار بسیار شادمانم که بر من منت گذاشتن جناب آقای دکتر فرزند بزرگوار ایشون که اجرای این برنامه سنگین رو عهده‌دار بشم در برابر عزیزان هنرمندان بزرگواری که اینجا حضور دارن از هر رشته موسیقی، نقاشی، تئاتر، سینما، که اگر بخوایم نام ببریم کلی وقت خواهد گرفت. من با اجازه از پیشکسوتان حضور پیدا کردم و به تک تک شما از طرف خودم و استاد عزیزم خوش آمد میگم. خوش آمدید به این برنامه. عرضم به حضور شما که برنامه رونمایی هست از یکی از آثاری که برجت خاندان پربرکت الهی قمشه‌ای و آقای بخصوص و به ویژه آقای دکتر حسین الهی قمشه‌ای، استاد بزرگواری که ما ناخلفترین و کوچکترین شاگرد ایشون هستیم، رونمایی میشه از دریچه‌ای به نام طنز آشنا و با توضیحات مبسوطی که بعد داده خواهد شد. از دیرباز سخنرانی های این استاد بزرگوار هیچگاه خالی از طنز نبوده، خالی از طنز و مطایبه نبوده. این مطایبات اونطور که خود ایشان اشاره فرمودند طراحی و تنظیم خاصی نداشته، بلکه هر جا برای بیان و تفهیم نکته‌ای ضروری بوده عرضه شده و هدف طنز در حقیقت همینه که بتونه مشکلی رو حل کنه، اشتیاقی رو نشون بده و راه خطایی رو ببنده. با ایما اشاره تلنگر بشر و کجروی هاشو به نظر بیاره و خنده بیافرینه، خندهی ژرف. من فرصت رو غنیمت میشمرم و ادامه نمیدم و درخواست میکنم که استاد بزرگوارم آقای دکتر تشریف بیارن، قدم رنجه بفرمایند و در این مورد صحبت کنیم و برنامه رو ادامه بدیم. آقای دکتر تشریف بیارید. ممنون. اجازه بدید که من یه سلام بلندبالایی به همه عزیزان بفرستم، مثل سلام والت ویتمن سالو اوموند. و از قول مولانا بگم که ز به روح‌های مقدس ز من سلام برید، به عاشقان مقدم ز من پیام برید. روح‌های مقدس کیا هستن؟ شما. روح‌هایی که عاشق زیبایی و دانایی و نیکویی هستن. یکی از چیزهایی که گفتن بشر باید بدونه، چهار تا چیز هست که میگن اگر بدونه رازش رو کشف بکنه، سوال و جواب بده، سعادتمند میشه. اون چهار تا چیه؟ یکی اینه که مقدس چیه؟ وقتی میگیم مقدس یعنی چی؟ دوم اینکه روح ما از چه مقوله‌ایه؟ این روح و سول که ذکر میکنن این چه جنسش چیه؟ سوم اینکه این چیه که آدم میارزه که براش زندگی بکنه؟ چون ترکیبی دلیل زندگی میکنه. البته معروفه که نصرالدین گفتن که این یه مجلس ختمی بود، گفتن این دوست شما که فوت کرده علت فوتش چی بوده؟ گفت علت زندگیش معلوم نبوده تا چه برسه به علت فوتش.
علت زندگیش آدم اگر ارزش داشته باشه که جان فدا بکنه اون چیه؟ اون چیز که انسان میتونه به خاطرش زندگی بکنه یا میتونه به خاطرش جان بسپاره، اینا رو اگر بفهمه، اینا جوابش همش هر چهارتاش عشقه. اگر مقدس چیه؟ مقدس عشقه، برای اینکه به جاودانگی مربوط میشه. روح ما حقیقتش عشقه. ما اصلا اگه بگن هو آر یو، به قول انگلیسی ها شما کی هستین، من عشق هستم، بقیهش آب و رنگ و بقیهش پوست و گوشت و پوست و استخونه. ما جوهر ذاتمون عشقه. من میخوام. چی میخوای؟ من زیبایی میخوام، دانایی میخوام، نیکویی میخوام، سلامت میخوام، لذت میخوام، تمام این دارو من میخوام. خواستن جوهر ذات ماست و این ساختن رو در بهترین جایی که ما میتونیم ببینیم ادبیاته. ادبیات ما، نه فقط ادبیات ایران، ادبیات جهان، ادبیات ما که میگم ما وارث ادبیات جهان هستیم. یه دعایی میخونن که السلام علیک یا وارث آدم، ما همون وارث آدم هستیم، برای اینکه ما وارث شکسپیر هستیم، وارث گوته هستیم، وارث دانته هستیم، وارث سعدی هستیم. اینا همه در گذشتن و بهترین میراث رو برای ما به جا گذاشتن و ما هممون جزو ثروتمندان و پادشاهان، اگر هیچ کدام همچی ثروتی نداشتن، که ما اقلیم ادبیات، چهار متر زمین مثلا میگن زمیناش رسیده به فلانجا، ولی اقلیم ادبیات، سراسر اقلیم این متعلق به ماست. بنابراین یک چنین میراثی رو خیلی ما میتونیم قدر بدونیم و به قول مولانا این کشتی نوح ماست. اگر در طوفان این عالم نگرانی هایی هست که نکنه ما غرق بشیم، بیاین در کشتی ادبیات. اینکان نوحی که لوح معرفت کشتی اوست، هر که در کشتیش ناید غرقه طوفان کند. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، اینجا مردان خدا، اینجا والت ویتمن هست، اینجا شما با وردزورث روبرو میشین، اینجا با ویکتور هوگو روبرو میشین، اینجا با شیخ سعدی، با سنایی، با مولانا، اینجا پادشاهان جهان اینجا هستن همشون. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. امشب ما میخواییم از یکی از شاخه های پربار ادبیات که طنز هست، به قول فرنگی ها ژانر، طنز یکی از ژانرها، یکی از گونه ها، یکی از شاخه های ادبیاته و اینقدر وسیعه که من خودم رو الان در کنار یه دریایی احساس میکنم به چه عظمتی و فکر میکنم که چقدر از این دریا من میتونم به دوستان عرضه بکنم. گفتش که آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. در حال ما میتونیم به اندازه اینکه اون شاعر گفت یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. اگر یک گوشه چشمی کرشمه ای از طنز رو ما حس بکنیم، میریم سراغ طنز و چقدر ادبیات ما و ادبیات جهان غنی در این باره و چقدر ما میتونیم خودمون رو از این ثروت ها بیشتر و بیشتر برخوردار بکنیم. اما طنز خیلی مختصر باید یه تعریفی اول بکنیم که طنز چیه. طنز یه پایگاهی است برای دفاع از حقیقت، برای دفاع از عدالت. اگر میبینن بزرگان که عجب اینجا اشکال هست، اونجا اشکال هست، این بی عدالتی داره میشه، اینجا خرافاته، اینجا وهمه، اونجا نمیدونم چنینه چنانه، به فکر میفتن که ما چیکار بکنیم. راه‌های مختلفی هست که دو راه اصلی هست. یکی این که ما به فساد، به بدی، به دیو و دد بخندیم. خندیدن یه شیوشه که ببینید، میارن روی سن آقای خسیس رو، میارن روی سن، میگن این ببین بخند، به این
خندیدن هم بدترین بلایی است که سر چیزی میشه آورد. چرا؟ برای اینکه خندیدن بهتر اینکه شما هزار دلیل هم بیاری، وقتی تحقیر میکنی یه چیزی رو با خندیدن، اون به کلی مردم از اون فاصله میگیرن. بنابراین تکبر نگاه کن، من بهت نشون میدم، ندیدی تکبر خوب، من حالا نشون میدم. طمع رو ندیدی، من بهت نشون میدم، این نمایشنامه اون نمایشنامه. از قدیمترین زمان ما دو نوع برخورد داشتیم با رذیلت ها، با سختی ها، با مشکلات، با جهل، با نادانی، با خرافات، با تعصبات. دو تا برخورد داشتیم، یکی برخورد کمدی، یکی برخورد تراژدی. تراژدی میگه که من نشونت میدم که ببین اگه این کاری که داری میکنی این چه بلایی سرت میاد بعدن، عقبه داره. اینجوری نیست که تو یه کاری رو بکنی، به قول شکسپیر در مکبث میگه که if it is done when it is done، ای کاش وقتی تموم میشد که تموم میشد، ولی ما نمیتونیم، we cannot trammel up the consequences، ما نمیتونیم بپریم اون بر عواقب امور. امور یه عواقبی دارن و اون عواقب دامنگیر ما میشه. بنابراین بیا ببین این نمایشنامه رو ببین، فیود یعنی کینه دیرینه خانوادگی، چطور یه دختر و پسر نازنینی مثل رومئو و جولیت رو به اون عزا مینشونه. پدر و مادرشون قرن چیز سالها باید به عزای اونها بنشنن. اگه اونها همین نمایشنامه رو دیده بودن به این درد مبتلا نمیشدن. بنابراین یکی اینه که ما عواقب کار رو بهتون نشون میدیم و شما میبینید چقدر از نمایشنامه پرومته در بند تا نمایشنامه پرومته از بند آزاد شده از شلی میبینیم که همینطور نمایش پشت نمایش. نوع طنزش هم همیشه در کنارش بوده، تراگوس اویدس یعنی آواز غم‌انگیز، کوموس اویدس یعنی آواز شاد، کمدی و تراژدی. تراژدی آواز غم‌انگیزه، حزن‌انگیزه، و کمدی آواز شاده. ما اگر برگردیم درباره کمدی به یونان قدیم ناچاریم برگردیم، برای اینکه قدیمی ترین آثاری که در دست هست از همون زمان ها هست، 5 قرن قبل از میلاد که نمایشنامه نویسان معروف یونان مثل یوریپیدس، مثل سوفوکلس، مثل آشیل، اسکیلس اینا ظهور کردن. ولی در بین اینها یک کمدی نویسم بود که من میتونم با اون شروع بکنم. البته یه نفر قبل از او هست که اونم کار خیلی عجیبی کرده، از خود قبل از سقراط و اینها هم هست، به نام ایزوپ، شنیدین حتما اسمشو. این فیبل ساخته، حدود 600 فیبل یعنی داستان‌هایی که توش حیوانات نقش اساسی رو بازی می‌کنن، روباه، گرگ، خروس، کلاغ، اینا رو آورده وسط صحنه و هر کدوم یه حکمت بلندی رو که آدم عمری به دردش می‌خوره گذاشته تو دهن اون حیوانات و اون داستانی که درست کرده. ایزوپ خوشبختانه همه آثارش ترجمه شده و به فارسی هم هست، به انگلیسی هم هست. من یکی از اینا رو اگه انتخاب بخوام بکنم، داستان اون چیزی هست، اسکرین به اصطلاح، داستان اون قاضی هست که با یک گرگی برخورد میکنه، مرغابی و قاز ببخشید، که این گروش گیر کرده بوده اون گرگ، یه استخوانی رفته بوده، نمیرفته پایین نمیرفته بالا. بعد میاد پیش یکی از همین حیواناتی که گردن دراز و نوک بلند دارن، گفت میاد میگه که شما کمک بکنید که این از حلقوم من در بیاری. اینجا میخواد تو این داستان بگه که آدم با آدم بی اصل و نسب، با آدم نادرست، شیطان صفت اصلا نباید معامله بکنه. میاد اونجا و میگه که باشه من انجام میدم، سرشو میکنه تو دهن گرگ، استخون میکشه بیرون، میکشه بیرون، اینم نفس راحتی میکشه. بعد فکر میکنه که خب بهش بگیم که مثلا حقوق ما رو اگه حقی چیزی هست و اینا بده. اشاره میکنه که پاداش ما، حق ما چی اینا. میگه که خیلی پر روی، تو سرتو کردی تو دهن گرگ، سالم در وردی، این کمه؟ این خیلی لطف کردیم به سرتو کردی دهن گرگ سالم در وردی،
این چقدر خودش قیمت داره، برو دنبال کار. میبینید که جوابتون اینجوری میده. 600 تا از این گونه داستان‌ها ایزوپ خلق کرده. بعد از اون اولین ما یک کتابی هست به نام تراجید، ببخشید، کومیدیز ترو هیستری، در طول تاریخ 8 تا کمدی استثنایی هست که من هر هشتاشو لااقل معرفی میکنم، بعد دوستان میتونن مراجعه بکنن و اونا رو بخونن. یکیش نمایشنامه ابرها از اریستوفانس یونانی معاصر سقراط. طنز در واقع گفتیم که میگه که بخندید به این، بخندید به اون. این تو این نمایشنامه چی میخواد بگه؟ میگه بخندید به سقراط. چرا؟ برای اینکه رفته رو آسمون، building castle in the air، داره تو آسمون قصر میسازه، توهمات و فلسفه رو به جای اینکه بیاد وسط کوچه و بازار برای زندگی مردم مطرح بکنه، برده توی ابرها. نمایشنامه ابرها اینو داره میگه. البته اشتباه کرده، کار برعکس اتفاقا. سقراط خیلی هم فلسفه رو آورده پایین، خیلی هم مورد استفاده همه قرار داده، ولی اون موقع شب اول اتفاقا سقراط خودش هم میره تو اون نمایشنامه که علیش نوشته بودن، ولی اهمیتی نداشته براش. اینا میگه که گل می آورن برای اون آش چیز، برای اریستوفانس. اشاره میکنه که آقای اریستوفانس، این گل‌های سرخ یک خارهای تیزی هم دارن، شما مراقب باشین که این کسانی که شما رو ستایش میکنن، 4 روز دیگه خار اینها هم در دست شما میره. نمایشنامه بعدی نمایشنامه است از ماکیاول معروف که اون کتاب شهریار رو نوشته و اغلب او رو به عنوان یک فیلسوف و حکیم جدی، البته جدی هم بوده، ولی حتی همون کتاب شهریارش هم طنزه. مردم میگن آقا این عجب داستان نوشته، مردم رو دعوت کرده، مثلا میگه با آدم ها دوستی کن و وقتی از دور رسیدن سلام درود فراوان، به 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 به، بعد وقتی رسید بغلش کردی از پشت خنجر بهش بزن. این طنزه، میخواد نشون بده، نمیخواد بگه این کار بکنی شما، میخواد بگه اینجوری هن آدم ها، این تماشا کن گولشون نخور. بنابراین یک نمایشنامه‌ای داره به نام آندراگولا که یک گیاهی بوده و داستانش خیلی شیرین و طنز خیلی قشنگی هست در مورد اینکه اکسیر حیات می‌خواستن پیدا کنن اینها. و اون نمایشنامه هم خوشبختانه الان خب همه در نمایشنامه‌ها در اختیار همه عزیزان هست، ولی به خصوص فکر کنم به فارسی هم ترجمه شده. بعد از اون ما کمدی نویس تراز اول شکسپیر رو داریم که چندین نمایشنامه کمدی، نمیشه گفت یکی دو تا سه تا، همش تراز اوله. از نمایشنامه تمپست گرفته، طوفان، از یو لایک ایت، نمایشنامه 12 نایت، نمایشنامه تاجر ونیزی، نمایشنامه زیادی داره که همش طنزه و پر از شادی و نشاط و پر از حکمت. و چه دلقکایی را آورده روی صحنه، مولا نصیرالدین های شکسپیر خیلی هم شنیدنی هستن. یک کسی نقل میکنه تو همون نمایشنامه از یو لایک ایت، حالا صحبت از یو لایک ایت هست، من بد نیست که این شعر رو از یو لایک ایت براتون بخونم، که میگه که Under the greenwood tree who loves to lie with me and tune his merry notes with the sweet bird's throat come hither, come hither, come hither. اگر کسی حاضره دلش میخواد که بیاد پیش من و بعد صداش رو هم هماهنگ بکنه با پرنده جنگل، یعنی با طبیعت هماهنگ بشه، این اگر که میخواد come hither، بیاد اینجا، come hither, come hither. در واقع ادبیات یه همچین صلایی داره میزنه. ادبیات میگه اگه میخوای خوش و خورنم باشی، اگر شراب ویسکی درجه اول میخوای، اگر شهد و شکر میخوای، شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی، بیا اینجا من بهت میدم. شکسپیر هم در واقع گفته که come hither, come hither, come hither. اتفاقا یک کتاب به همین عنوان نوشته شده که مجموعه ادبیاتی از انگلیس است. تو این نمایشنامه یک کسی نقل میکنه که یکی از بازیگران که در جنگلی میرفتن،
جنگلی میرفتم، دیدم یک دلقکی از این دلقکهای رنگارنگ پوش، دیدین لباساشون چندین رنگ میپوشن اینا، دلق ملمع به قول حافظ، رنگارنگ پوش، دیدم که توی آفتاب دراز کشیده. همینطور که رد میشدم گفتم که سلام ای دلقک نادان، ای دلقک بیخرد. گفت اگر خرد در سرداری مرا بیخرد مخوان، و پیش از آن که خداوند جهان درباره من قضاوت بکنه تو شتاب در قضاوت نکن. بعد دست جیبش در میاره یه دونه ساعت آفتابی در میاره، میذاره روی سنگی و نگاه میکنه و خیلی با کمال بلاغت میگه بله الان ساعت دهه. عجیبه که نیم یک ساعت پیش ساعت نه بود، همین یک ساعت پیش ساعت نه بود، یک ساعت دیگه میشه ساعت 11. حالا تا اینجا شوخی میکنه یه مولانا نصرالدین، ولی یه مرتبه میگه که بله و بدین سان به همین صورت from hour to hour we bloom and bloom، ساعت به ساعت ما شکوفا میشیم، ساعت به ساعت ما به تباهی و سیاهی و پریشانی میریم. این عالم داستان ما اینه، there hangs a story، یه داستانی بر این هست که بله we bloom from hour to hour we bloom and bloom and from hour to hour we rot and rot. و اون میگه که من وقتی یک چنین حکمتی رو از این دلقک شنیدم گفتم مرحبا و هزار آفرین بر این لباس دلقک رنگارنگ که چقدر حکمت در صد کلمه حرف زد، اینجا ما زندگیمون رو دیگرگون کرد. بعد از این نمایشنامه، حالا من فقط به اختصار اگه بخوام از هر کدوم یک کرامتی هم نقل بکنم خیلی طولانی میشه، نمایشنامه مولیر هست که معروف همتون میدونین خسیس، و این چقدر موفق بوده که مردم رو به آدمهایی که جرأت نمیکنن دستشون تو جیبشون بکنن و خرجی بکنن حتی برای خودشون، این خسیس رو میره روی صحنه، اون آدم خبیث رو میاره روی صحنه، اون یکی آدم فریبکار رو میاره روی صحنه، اون تارتوف اصلا یه آدمی که میخواد هزار دروغ زهد و پرهیز دروغین داره ولی هزار کار باطل پشت پرده میکنه چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، ولی در این حال خیلی خودش رو آراسته و که من لباس زهد و تقوا و چیز بر تنم هست. اینا این رو مولیر میره روی صحنه و گفتن که تقریبا هیچ یک از فسادهای جامعه قرن 19 اروپا رو از قلم ننداخته و هر کدوم بوده اینا رو یکی یکی مورد طنز قرار داده. طنز آماجگاهی داره که تیر رو میزنن به اون و نهایتا آماجگاهش این چیزها بوده. بعد از اون شما نمایشنامه جان گی رو میبینید، اپرای گدا که در انگلیس در زمان جاناتان سویفت و ساموئل جانسون و اینها در اون زمان میزیسته و طنز نویسی در اون زمان به خصوص خیلی رواج داشته. الکساندر پوپ هم طنزهای بسیار عالی نوشته و خود جاناتان سویفت و از جمله همین اپرای گدا، The Beggar's Opera، این اینقدر مشتری داشته، هنوز هم من فکر کنم در دنیا همینطور شیش ماه یک سال 60 مرتبه می آوردن، اینجا می زاشتن، اونجا می زاشتن، اینجا می زاشتن. چقدر این در همون زمان هندل و اینا هم از آهنگاش هم آهنگسازهای تراز اول ساختن، اپرای گدا، و اون اونجا هم اشرافیت زمان رو زیر سوال برده که بله این چجوری این اشراف که حالا خیلی هم مورد طعن بودن چه می کردن در اون روزگار. بعد از اون شما اسکار وایلد رو می بینید در قرن 19 هم که اونم باز به اشراف ویکتورین که اینا ادعا می کردن که بله ما خیلی ظاهرهای آراسته ولی تو خالی توهی مغز، یه داستان اهمیت ارنست بودن. یعنی چی؟ یعنی خیلی مهم بوده آقا براش که اسمش ارنست باشه، به معشوقش هم دروغی اسمش جک بوده، گفته بوده من اسمم ارنسته، بعد فکر میکنه که شاید بتونم این دختره رو قانع کنم، چون بالاخره میفهمه یه روزی، قانع کنم که من اسمم همون جک. اینا میگه که عزیزم اگر که اسم من جک بود تو ترجیح نمیدادی جک؟ گفت جک
چطور ممکنه من با یه اسم به نام جک ازدواج بکنم؟ ارنست یه وایبریشنی داره که چنین و چنان این توهی مغزی رو نشون میده، هم در شوهر ایدئال، هم در این کتاب اهمیت ارنست بودن. و بعد بعد از اون شما آنتوان چخوف رو میبینید در اوائل قرن بیستم که نمایشنامه باغ آلبالو رو نوشته، که اونم از نمایشنامه های دیدنی، یکی از این 8 نمایشنامه استثنایی که اونم باز به اشراف یه باغ آلبالو، صحبتش یه باغ آلبالو بوده که میخواستن معامله بکنن اینا، و جامعه بورژوا و جامعه اشرافی که داشته میرفته، جامعه بورژوایی که داشته میومده سرکار، همه اینا رو به طنز گرفته و روزگارشون رو سیاه کرده، حالا تا اونجایی که میتونسته. بعد از اون ما برنارد شا رو داریم که واقعا میشه گفت بزرگترین، اما بعد از شکسپیر بزرگترین کمدی نویسه. و فرقش هم با خیلی کمدی نویسا اینه که کمدی نویسا معمولا یه آدمی رو که هماهنگ با جامعه نیست اون میارن رو صحنه به اون میخندن، این برعکس، یه چیزی رو که یه آدمی رو میاره که اون آدم اتفاقا درست داره میگه، همون کمدین درست داره میگه و اون جامعه است که اشتباه داره میکنه. مثلا میلیتریزم که نظامیگری و رژه و نمیدونم چنین، و اگر که چیز میگن اون کسانی که با میلیتریزم چیز دارن اغلب نقدی میکنن، میگه که شما اگر یه نفر رو بکشی جنایتکاری، قاتل میکشند، اگر 10 نفر رو بکشی جزو جنایتکاران درجه اول جامعه حساب میشه، ولی اگه 10,000 نفر رو بکشی مدال میگیری و چیز پیدا میکنی، حرمت استثنایی پیدا میکنی در جامعه. اینا هم یه مسائلی بوده که اینا میفهمیدن که الان این جنگ برای چی داره صورت میگیره. جنگ، ما در میدان جنگ نباید با هم روبرو بشیم، ما باید در میدان هنر، دوستی، محبت، اونجا که با هم دوست باشیم، ارتباطاتمون هممون با هم دوستان است. گفته بود اون شاعر انگلیسی که اگر من و او همدیگر رو در یک میخانه دیده بودیم، چه جام ها که به سلامتی هم می نوشیدیم و چه قهقهه می زدیم و چه شادی ها می کردیم، ولی از قضای روزگار من و اون همدیگر رو در میدان جنگ دیدیم، من به اون نگاه کردم، اون به من نگاه کرد، من او رو نشانه گرفتم، اون به من نشانه گرفت، من اون رو کشتم. و نشون میده که ما جای ما رو در یه جنگ انداختن که ما از موضع جنگ با همدیگه برخورد بکنیم، در صورتی که جنگ رو کسانی میکنن که همدیگه رو خیلی خوب میشناسن توسط کسانی که اصلا همدیگه رو نمیشناسن. برنارد شا یکی از نمایشنامه‌هاش آرمز اند من، هشتمین از این نمایشنامه‌ها آرمز اند من، ترجمه شده به نام سرباز شکولاتی، سربازی که به جای فشنگ به کمرش شکولات میبسته و هر جا که رد میشده از اون شکولات به مردم میداده به جای اینکه فشنگ توزیع بکنه. و در واقع داره این چیز رو، ابله کتابش رو اونو داره تایید میکنه که حرف این درسته. خانم باربارا تاکمن، خانم باربارا تاکمن مارچ آف فولی رو نوشته که ببین تو تاریخ چه چیز احمقانه، رژه های احمقانه، همینطور دائما رژه پشت رژه و اشتباه پشت اشتباه، همشون هم اشتباهات قبلی رو تکرار میکنن. این رژه حماقت اسمش رو گذاشته خانم باربارا تاکمن، حالا ترجمه کردن ترجمه خوبیه، سیر نابخردی، ولی در واقع The March of Folly، یعنی جلو چشمت تاریخ که میخونی حماقت رژه میره، که این دو مرتبه دید که اون رفت اونجا توی چیز به چه سرنوشتی رو براشه، اون دو بعدی رو هم دید، اون بعدی رو هم دید، ولی باز دو مرتبه همون راه رو تکرار میکنه. برنارد شا علاوه بر این نمایشنامه‌های کمدی دیگری هم داره که یکیش به خصوص ممکنه مورد نظر خانم‌ها و آقایون هر دو قرار بگیره، به نام مرد و ابرمرد. منظورش از مرد که معلومه که، ابرمرد یعنی زن، و اینجا داره نشون میده تو این نمایشنامه که زن از زیر سیطره مرد، از زیر سیطره زن نمیتونه بره بیرون، هر کاری بکنه. به قول مولانا میگه گر هم رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خویش. این که مال کمدی ها، ولی آثار دیگر هم من فقط چند تا رو اسم ببرم بعد بیایم تو ادبیات
خودمون که آثار دیگری هم هست، یه اثری مثل دون کیشوت ما داریم که جز شاهکارهای ادبیات جهانه و تمامش طنزه، و من امیدوار هستم که یه روز یه بزرگی پیدا بشه ماجراهای مولانا نصرالدین رو بیاره تعریف بکنه و بعد به هم وصل بکنه، تبدیل بشه به یک دون کیشوت، تبدیل بشه به یه ماجرا و ادونچر بسیار گسترده. ما نویسندگان مثل ولتر داریم، نویسندگان، یک نمایشنامه است، نمایشنامه نیست، داستانه به نام ایروون. ایروون معکوس نووره. چرا معکوسش کردم؟ نوور یعنی یوتوپیای واژگون، یعنی شهر خیالی، یوتوپیا یعنی شهری که وجود نداره. وقت این یه شهری رو داستانش تعریف میکنه که معکوس بوده کارها. تو این شهر اگر کسی جنایت میکرده، خیانت میکرده، دزدی میکرده، میبرشتنش دکتر، دارو مینوشتن، آمپول میزدن، ماساژ میدادن، نفران. ولی اگر خدایی نکرده تو این شهر کسی مریض میشده، سرما میخوردن، سرفه میکرده، میبردنش دادگاه، شلاق مینوشتن. ممکنه یه نفر میومد شهادت میداد که آقا دم خونشون پوست خربوزه ریخته بوده، نمیدونم فلان جا رفته، و این معلوم میشه که در فلان شب که برف هم میامده و کلی مکافات داشته. همه چیزا برعکس بوده. مثلا تو این شهر اگر کسی یه بلایی سرش میامده، بدشانسی میورده، بدشانسی وردی، روزگارش سیاه میشده. چرا؟ میرفته میگفته که ایشون میوردن تو دادگاه که ایشون سلامت و خوب بوده، زن و زندگیش هم کنارش بودن، اینا ناگهان خانمش فوت کرده، خانم جوون هم بوده اینا، و این بلا خیلی چیزه، بعد کلی جریمه داره و مکافات داره اینا. بعد اون دلایل اثبات میکنه که من اون زن دوست نداشتم. گفتن نه دوست داشتی، اینا نامه هاشو میارن میخونن اینا که بلایی سرت اومده، من بلایی نبوده. خلاصه این هم تمام طنزهایی است که نشون میده که چه بسیار اوقات جرم ها بیماری هاست. این داستان میخواد بگه جرم ها بیماری هاست و بعد بیماری ها جرمه. چه بسیار اوقات اگر خوب دقت بکنیم شاید اطباء به ما گزارش های بهتری بدن که اگر آدم ها به خودشون ظلم نکنن، خطا نکنن، ای بسا که 50% بیماری هاشون کمتر میشه. خیلی از بیماری ها به دلیل اینی که درست رفتار نکردی، درست نشستی، درست راه نرفتی، کاری که باید بکنی نکردی. به هر حال ادبیات جهان پر از این داستان هاست و اینا رو همه رو میشه انشالله خوند، و ما داستان هایی بوده که از خنده نمیتونستیم ادامه بدیم. داستانش Three Men in a Boat، سه مرد در قایق، که تفریحات قایقرانی بوده اینا، به قدر خنده دار بود که ما تیکه تیکه ناچار بودیم بشینیم خنده هون بکنیم بعد دوباره داستان رو بخونیم. اینا جز ثروت ماست. اما در ادبیات خودمون از فردوسی گرفته، من میگذرم برای این که قطعه بسیار زیبایی در طنز داره، زمان زیادی ما نداریم، ولی فکر نکنید که فردوسی طنزی نداره. مطالب طنزآمیز در گوش و کنار حماسه ها معمولا یافت میشه. اما از اونجایی که بگذاریم، سنایی اولین شاعر عارف پیشه ما که شخصیت جهانی واقعا در دنیا، این آدم اصلا زندگی مجددش و تجدید حیات معنویش با یه طنز شروع میشه که یه رند لایخاری بوده. یه رندی لایخار، برای اینکه پول نداشتن شرابای تای چیز میخریدن، تای خمره رو میخریدن، اینها بهش میگفتن رند لایخار. یه دوستی هم داشته، با هم نشسته بودن تو سربینه حمام چیز میکردن، میرفتن بالا، گفتش که اینه به سلامتی کی؟ گفت اینه به سلامتی سلطان مسعود بخوریم، که انقدر عقلش نمیرسه، شعورش نمیرسه که هنوز مملکت خودشو مسلمان نکرده، خودشو مسلمان نکرده، میخواد بره هندوستان و اونجا رو مسلمان بکنه. اینو بخوریم به سلامتی اون. جام اول رفتن، جام دوم، گفت این به سلامتی که؟ گفت این به سلامتیه این سنائیک که انقدر شعورش نمیرسه، میخواد دنبال این سلطان محمود مسعود را بیفته بره هندوستان، حماسه ننگین و تجاوز و قارت این رو به شعر در بیاره، و اگر روز قیامت ازش بپرسن که تو این ذوق شعری و ادبیات که ما بهت داده بودیم صرف چی کردی، هیچ جوابی نداره بده. اینجاست که سنایی بیدار میشه، با همین طنز بیدار میشه که عجب راست میگه این. و سنایی درسته که آدم خیلی جدی بوده، ولی هزل هم داره. گفت هزل من هزل نیست، تعلیم است. بیت من بیت نیست، اقلیم است. خیلی طنزهای خیلی شیرینی داره که گاهی اوقات در دو بیت، سه بیت، مثلا پسر احول از پدر پرسید که زبان تو بسته را چو کلید،
احول که دو چش دو تا میبینید چپ، آدمای چپو میگن. پسر احول از پدر پرسید که زبان تو بسته را چو کلید، گفتی احول یکی دو بیند، چون من نبینم از آن چه هست فزون. مگه تو نگفتی که احول یکی دو تا میبینه؟ من نمیبینم، من این دو تا ماه که هست چهار تا نمیبینم، همون دو تا میبینم اینا. گفتی که احول ار هیچ کس شما رستی، در فلک مه که دو چهار هستی، بعد من چهار تا میدم. پس غلط گفت آنکه این گفت است. دعوا میکنن این افراد، میگه آقا پس غلط زیادی میکنه که میگن چپ آدم دوبل میبینه اینا. هیچ من دوبل نمیبینم. آن یکی دید اشتری به چراگاهی، اصلا طنز دو خود داستان با طنز شروع میشه. آن یکی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است، چرا این چه جور راه رفتنه، کج و کوله و فلان حرفا. گفت با او که اندرین پیکار، نقش عیب نقاش میکنی. هوش دار تو، فکر من که خودم درست نکردم که گوش خر در خور است، در باسر خر، هر چیزی رو خدا من متناسب، این پا مال اینه و این هیچ عیبی هم نداره، تو برو خودت رو درست بکن. و داستانهای بسیار طنز دیگه داره که حالا چون فرصت زیادی نیست، من میام روی نظامی، که نظامی هم با اینکه بزمارا بوده، طنزارا نبوده، بزمارا بوده، ولی گاهی اوقات شیرین کاری هایی کرده، طنزهای بسیار شیرینی در خسرو و شیرین و در کتاب های دیگرش هست. از جمله شیرین کاری های نظامی اینه که 40 داستانه، اینو شاید اغلب ندونن، 40 داستان کلیله رو، کلیله 40 داستانه دقیقا، این 40 داستان رو هر کدوم در یه بیت خلاصه کرده و بعد نکته اون هم در همون بیت گذاشته. نکته این که این داستان چی میخواد بگه. مثلا فرض کنید همون از اولش که گفتش که چنان چون شتربه زان شیر جماش، گفتش که نخستین گفت از خود برحذر باش. داستان اول میگه که مراقب خودت باش، از خودت برحذر باش. چنان چون شتربه یعنی گاو، زان شیر جماش. هوا بشکن، هواهای نفسانی تو بشکن، هوا بشکن که از او یاری نیاید. چرا؟ برای اینکه از بوزینه نجاری نیاید. میرد اون داستان. یه داستان دیگه تعریف میکنه که یک زن و مردی با هم قهر کرده بودن، خانم اخم و تخم و اینها و ترش رو شده بود، یه مدتی آغوشش رو بسته بود اصلا به روی این خانم. عبوسن غمتری را که میگن، عبوس که یعنی عبوس، غمتری را که من این کش میاده یعنی تموم نمیشه اینا، هرچی هدیه میخریده، کارتیهی میگرفته، نمیدونم فلان میکرده اینا، باز اثر نمیکرده. تا یه شب یه دزدی حواسش نبوده که اینا تو خونن، اینا فکر کرده خونه خالیه، میپره از پنجره پایین وسط اتاق اینا. این خانومه یه مرتبه از هول این دزده میپره بغل شوهرش، بغل شوهرش، و شوهرش هم تو که این بغل کرده بوده میگه خدا پدرت بیامرزه که اومدی تو، وگرنه این با ما آشتی نمیکرد اینا. و نظامی داره میگه که چه حکمتی گرفته از این، میگه که ز فتنه در وفا کن روی در روی. هر وقت سختی هایی پیش میاد برین تو آغوش هم دیگه، در خوناتون رو به روی هم باز کنید، وقتی مشکلات پیش میاد به هم مهربون تر باشین، به درد هم برسین. این ز فتنه در وفا کن روی در روی، چنان که از بیم دزد آن زن در آن شوی. اشاره میکنه به اون داستان. از اونجا میرسیم به عطار، که واقعا دکون عطاری این داره که میگن تو قوطی هیچ عطاری، همه چی تو قوطی عطاریش پیدا میشه، از طنز و داستان و عرفان و ادبیات و اینها. و این یک کتاب هزار و یک شب، میدونین اسمش رو گذاشتن عربیان نایتس، که البته درست نیست، برای اینکه عرب شبای عربی کمیش عربیه، مقدار زیادیش فارسیه، یه مقدارش هندیه اینا، ولی اگه اونا رو ما ببخشیم به اونا بگیم آقا همون عربیان نایتس بذارین، ما خودمون 1000 داستان میتونیم از عطار در بیاریم. عطار بیش از 1000 داستان داره تو مجموعه آثارش، از مصیبت نامش گرفته تا الهی نامش تا چیز، اینا رو میتونیم 1000 داستان، که من امیدوارم این توفیق نصیب ما و دوستان دیگری که میتونن با همکاری بکنن، که ما یه وقتی 1001 شب ایرانی بنویسیم، ایرانیان نایتس، و بدیم به دنیا بگیم آقا اگه اونو ما قبول ندارین که ایرانیان نایتس، این ایرانیان نایتس خالص و یکسر است. عطار
تیکه تیکه تمام نکته هاش رو با یه داستانی اینو در واقع کلیک میکنه تو ذهن شما که بله عطار چیز گفتش که یک غذا فرستاده بودن، غذای شاهانه، پشقاب و دیس و گوشت و کباب و انواع غذاها میرن میفرستن برای بهلول. بهلول میاره اینا رو توی خیابون و سگا جمع میشن، اینا رو تیکه تیکه میداده، بهترین غذاهای شاهانه رو میداده جلوی سگا. بعد یه سرهنگی رد میشه، میگه که خب چیکار داری میکنی؟ اگه بگیرنت اینجا، اگه بفهمن که چیزه این غذای سلطنتی رو داری میدی به سگا اینا، گفت سر صدا در نیاد، این سگا اگه بفهمن نمیخورن. اینو که بعدن با هم صحبت میکنیم اینا، گفت سگ نمیخوره این غذا رو، ولی این میخوره. آدمایی هستن که میخورن، اکلا لما که در قرآن اومده. و یا داستان دیگه نقل میکنه که یه دزدی رفته بود خونه یک بیچاره فقیر درویشی، درویش خیلی شوخ‌طبعی هم بود اینا، درویش هی میگشت اینور اونور، اینو میکشید بیرون، میدید هیچ خالیه، اون گنجه رو باز میکرد هیچ چی پیدا نمیکرد، خلاصه عصبانی. و اون درویش هم واسطه بود اون طرف، اون حواسش نبود، واسه اون طرف که میخندید درویش این آقا که مثلا داره چی پیدا میکنه، گفت ما روز روشن خودمون چیزی پیدا نمیکنیم اینجا، تو میخوای شب تاریک مثلا اینجا چیز پیدا بکنی. بعد دوزه چیش میفته به درویش، نگاه میکنه میگه داره میخندی، میگه میخندی غلط میکنی که میخندی، تو این خونه با چنین خانه که در عالم کم است جای خنده نیست، جای ماتم است، تو یه همچین خونه ای داری هیچ چیزش گیر نمیاد، وقت میخندی اینا ماتم باید بگیری تو. داستان دیگه نقل میکنه که گفتش که بهلول گفتش که یه از پادشاه گفتش یه کمی دنبه به ما بدین، من یه خورده چیز پیدا کنم، هم قدرت دنبه خیلی مقوی و مقضی هست اینا، و هم زمینن گلوم هم یه کمی چیز چرب بکنم اینا. خلیفه گفتش که فعلا دنبه رو بهش ندین، ما ببینیم اصلا این معنی دنبه رو میفهمه یا نمیفهمه، و یه چیز بهش میدن، یه دونه شلغم بهش میدن، شلغم شبیه اینا، میاره اینا رو توی جلو تو سر بازار اینا رو تیکه تیکه میکرده میخورده، میگفته عجب دنیایی شده، چربی دنبه رفته، ببین چه دنبه ای دادن به ما. و بر میگردونه طنز رو به طرف اون، میگه که ببین روزگاری شده که چربی از دنبه رفته. و یکی دوتا نیست، انقدر از این داستانهای شیرین هست که هر کدومش هم یک پند گفتش که موضوع خر، خود خر یه چیز خندداری هست، برای اینکه میگن خر کند خنده، برای اینکه خر چرا مظهر خنده است، برای تعجبه، برای اینکه خنده مال اعجابه، ما تعجب میکنیم که عجب، یه چیزی نمیخوره با یه چیزی میخندیم، اون وقت هر کی بیشتر میفهمه برای بیشتر میخنده. آدمایی که فهمشون از چیزای عالم، نظام عالم بیشتره، میفهمه که این با این میخوره نمیخوره، اینا میفهمه که نمیخوره و میخنده. بنابراین ما هر چی بیشتر میفهمیم خندمون هم بیشتر میشه. سنس آف هیومر اروپایی‌ها میگن نشانه هوشه، هر چی آدم ها میخنده، هر کی اصلا نمیخنده معلوم میشه که اصلا بی‌تناسبی ها رو حس نمیکنه، که این بفهمه که این کجای این با این نمیخونه اینا. و اون وقت خر رو به این جهت که هیچ فهمش خیلی پایینه، اگه یه چیزی اینقدر بی‌تناسب باشه که خرم بخنده، این معلوم شه دیگه خیلی بی‌تناسبیه دیگه. گفتش که سیاه گرد سرخ پوشد خر بخندد اینا. خرک ایران جامعه میگه خرکی را به عروسی بردند، خر بخندیده شد از قهقه سوس، گفت من رقص ندانم به سزا، مطربی نیز ندانم به درست. گفت اینجا ما رو برای حمالی آوردن، چه نیومدن که ما عرعری بکنیم آوازی بخونم اینا. گفتش گفت من رقص ندانم به سزا، مطربی نیز ندانم به درست، بر حمالی خوانند مرا، کاب نیکو کشم و هیزم چست. یا عطار جای دیگه میگه گران هستی که این خر زنده بودی. رد میشه یه درویشی میبینه که سر خر رو زدن به دیوار باغ، گفت این برای چیه اینجا؟ گفتن برای اینکه چشم زخم رو چیز بکنه، دفع چشم زخم بکنه این سر خر. عطار میگه گران هستی که این خر زنده بودی، بسی زین کار خر را خنده بودی. اگر میفهمید که آخه اون زمانی که
چیز بود، گوش داشت، چشم داشت، قدرت داشت، اینا هیچ غلطی نمیتونست بکنه، خودش رو نتونست حفظ کنه، حالا میخواد مردش، استخون مردش میخواد چیز شما رو حفظ بکنه. خلاصه از اونجا میایم از عطار که واقعا یه گنجینه بزرگ طنز هست، مولانا نقطه اوج میشه. درسته مقدارش کمتره، حجم طنزهای مولانا از عطار کمتره، ولی خیلی غنی‌تر و قوی‌تر و متنوع‌تره. یکیش اون داستان معروف محتسب و مسته که من بازم برای دوستان خوندم، ولی 10 بار دیگه هم بخونیم هیچ از ملالت آور نیست. که میدونید که خانم پروین اسلامی هم که باز اونم طنزهای خیلی زیادی داره و حالا ما اگه فرصت کردیم در جاهای دیگه ازش صحبت میکنیم، اونم گفته که محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفته دوست این پیراهن است افسار نیست، گفت مستی زان سبب افتان خیزان میروی، گفت جرم راه رفتن نیست، بریم بدین شهرداری شهر رو درست بکنه، گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست، گفت گویا غافلی که سر در افتادت کلاه، گفت در سر عقل باید بی کلاهی آر نیست، گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را، گفت هوشیاری بیار اینجا کسی هوشیار نیست. حالا مولانا اینقدر شیرین و طنازی کرده تو این داستان، این داستان قبلا قبل از پروین اسلامی مولانا ساخته. اولا وزنی که مثنوی وزن 6/8 بشنو از نی چون حکایت می کند، این ریتم 6/8 خیلی میشه با این رقصید. اینا میگه که محتسب در نیمه شب جایی رسید. حالا ببینید چقدر فضاسازی کرده، محتسب در نیمه شب جایی رسید، در بن بازار مستی خفته دید، گفت هان مستی چه خفتست چه خوردستی بگو، گفت از آن خوردم که هستن در سبو، گفت چی خوردی؟ گفت همونی که تو اون بطریه. گفت تو اون بطری چی؟ گفت همونی که خوردم. باز 2 مرتبه تکرار میشه، گفت خود اندر سبو واگو که چیست، گفت از آن که خوردم، گفت این خفیست. دور میشد این سوال و این جواب، مان چون خر محتسب اندر خلاب، گفت با او محتسب هین آه کن، هایی بکن ببینم دهنت چه بوی میدینا، گفت با او محتسب هین آه کن، مست هو هو کرد هنگام سخن، گفتم آه کن هو میکنی، گفت من شادم تو در غم میزنی، گفت آه من نمیتونم الان بکنم برای اینکه من الان شادم، تو آه بکن که سرت جایی دستت به ایجا بند نیست، گفت من شادم تو از غم میزنی، آه از درد و غم و بیدادی است، هوی هوی میکشان از شادی است. داستان چیز رو نقل میکنه که یک گرگی با یک شیری و یک خرگوشی میرن شکار میکنن، شکار میکنن، چیزایی برمیدارن میارن میذارن اونجا. شیر خب پادشاه سلطان، انتظار نداره که در مقابل اون کسی قد علم بکنه. اینا به گرگ میگه اینا رو تقسیم بکن. گرگ یه دونه گوسفند شکار کرده بوده، روباه هم یه دونه خرگوش، خود شیر هم یه دونه گوز. بعد میگه تقسیم کن. اون یه نگاهی میکنه و میگه که خب تقسیمش خیلی آسونه، گوز مال شما، گوسفندم که من شکار کردم مال من، روباه هم همون خرگوشی که شکار کرده مال روبا. میپره گرگه که تو در مقابل من حرف میزنی، اینو کله گرگو میکنه میندازه اونجا، بعد روشو میکنه به روبا میگه تو تقسیم کن. حالا روبا یه نگاهی میکنه این ورور به کله گرگ، و اینجا مولانا داستان آدم رو میبره شما رو یه مرتبه داستان آدم، که اول شیطون رو صدا کردن، شیطون رو صدا کردن گفتن که تو چرا گناه کردی؟ اینا شاید سرکشی کرد و گفتش که انا خیر و من بهترم، نمیدونم فلانه، من چنینم، من چرا باید سجده میکردم اینا. گفتن خب برو بیرون دنبال کارت، این به تو نیومده این غلط ها. ولی بعد آدم رو که صدا کردن، آدم کله گرگ رو دید که با شیطون چه رفتاری کردن اینا، گفتش شما چرا گناه کردی اینا؟ گفتن والله ما بد کردیم، خطا کردیم، ربنا اننا ظلمنا انفسنا و ظلم کردیم. گفتن احسن احسن، شما بخشیده میشین اینا. البته بعدن خداوند بهش میگه که مگه تو نمیدونستی که همه کارا رو من میکنم اینا؟ گفته که میدونستم، ولی اولا از ترسم چیز نکردم، ثانیاً گفت دانستم ادب بگذاشتم، گفت من هم پاس آنت داشتم. حالا مولانا میگه که این آدم کله گرگ رو دید، روباه نگاه کردید که
کلی گرگ اونجاست اینا، گفت تقسیم کن. گفتش که تقسیمش روشنه، این گوز مال نهار حضرت عالی، اون گوسفندم که این دو گرگ ملعون شکار کرده اونم مال شام حضرت عالی، این مختصرم خرگوشم هست مال صبحانه حضرت عالی. گفت احسنت، اصلا از کی یاد گرفتی این تقسیم به این خوبی؟ گفت از کلی گرگ. ما از کلی گرگ چیز یاد میگیریم تو این عالم؟ خیلی چیزها رو آدم باید از همین حوادثی که در دور اطرافش داره رخ میده به کار چیز بکنه، استفاده بکنه. من فکر میکنم که فرصت زیادی نداشته باشیم از این چیز، ولی من یکی دو نفر دیگر رو که از منابع واقعا ارزنده طنز هستن، یکیشون سعدی. سعدی در این حال که معلم اخلاقه، ولی اینقدر شیرینی و سخن بوده، گفت سخن خوش سعدی شیرین سخن بوده واقعا. چه میگویی چنین شیرین که شوری در من افکندی؟ ترش گفتش که ترش بنشین و تندی کن که ما را تلخ ننماید. به معشوقش میگه ما را تلخ ننماید. چه میگویی چنین شیرین که شوری در من افکندی؟ سعدی هم خودش گفته من چیزای تلخ رو یه کمی شوری چیز میزنم، شهد و شکر بهش میزنم که تو راحت این موعظه رو، این داروی تلخ نصیحت رو تو بتونی راحت بخوری. سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی. اینی که داستانای طنزآمیز خیلی توی هم گلستان هم تو بوستان هست، من یه دونش رو استثنا براتون نقل میکنم که در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی که سر این میزده سر اون میزده، دائما به هر بهانه‌ای بهش میگن که یه درویش مستجاب و دعوی اومده که هر دعایی بکنه مستجاب میشه، صداش کن بگو بیاد یه دعایی برات بکنه. اینا دعوت میکنن، درویش میاد اونجا و میگه که تو در مستجاب. گفت والله اینجوری مردم فکر میکنن که من مستجاب و دعوی هستم اینا. گفتش خب حالا پس یه دعایی بر من بکن اینا. گفت خدایا جونشو بگیر. گفتن آقا این چه دعایی میکنه اینا؟ گفتش این هم دعاست، هم برای تو بهتره، از شر خودت خلاص میشی، مردم هم از شر تو خلاص میکنن، این هی بهترین دعاست که برای تو میشه کرد. داستان اون بازرگان کیش هم همتون میدونین که چه شیرینی داره که آدم هضم میکنه از این داستان. تمام بیزینسمنای دنیا به نظر من باید اینو بخونن که آن شنیدستی که در صحرای غور بار سالاری در افتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. ما غیر از اینها عبید زاکانی داریم که هم موش و گربه رو ساخته، موش و گربه خودش طنز و خیلی طنز قوی هم هست. ما از بچگی اصلا از موش و گربه شروع کردیم داستان رو، و قصه موش و گربه منظوم، گوش کن همچو در غلطانا. در پس موشکی بود در پس منبر، زود برد این خبر به موشانا، مژدگانی گربه عابد شد، عابد و زاهد و مسلمانا. این زمان پنج پنج میگیرد. گفتن قبلا یه دونه موش میگرفته اینا، ولی این زمان پنج پنج میگیرد چون شده عابد و مسلمانا. اون چیزهایی که سعدی در واقع ببخشید حافظ و اینا توی غزلیات آوردن، این مفصلا اونجا بحث کرده. که یه دیکسیونری هم نوشته از تعاریف که لغت‌ها رو تعریف کرده و تعریف‌های طنزآمیز کرده که اونها هم خیلی شیرینه. اما از همه اینا معروف‌تر نزد ما مولا نصرالدینه که البته ترک‌ها میگن مولا نصر چیز بوده، ترک بوده، قبرش هم اینجاست، یه جایی هست در ترکیه میگن قبر مولا نصرالدین اونجاست. ولی اهل هر کی بوده هزاران هزار نفر رو خندونده و شیرین کاری های کرده. طنزش رو اروپایی ها اون آقای ویروی چیز مقاله مفصلی نوشته که این طنز برترین نوع طنز در جهانه و در مقابل طنزهای اروپا خیلی قوی تر و لطیف تره. حالا من یه نمونه شو براتون نقل میکنم که واقعا استثنایی حیرت انگیزه که از مولا میپرسن که این چیز مادر بزرگ شیطان اسمش چی بوده. خب این خیلی آدم ها هستن که یه چیزی رو نمیدونن ولی یه کتاب می‌نویسن 800 صفحه، بعد در صفحه آخرش میفهمین شما که اونم نمیدونه جواب این مسئله رو نمیده. میگن اسم مادر بزرگ شیطان چیه؟ میگه مادر بزرگ شیطان اولا من خودم نمیدونم، مرحوم پدرم هم نمیدونسته، حتی پدر بزرگ ما هم کسی گزارش نداده که همچین خبری رو میدونسته، ولی یه
در فامیل ما و در خاندان ما یک شایعه‌ای هست، یک رومری هست اونجا که میگن که یک در زمان شاه عباس یک جلسه‌ای بوده که یکی از نیاکان ما اونجا بوده و تمام علما و بزرگان، میر داماد و شیخ با اینا تمام اونجا جمع بودن، همین سوال مطرح بودن، اونا هم نمیدونستن. خیلی شیرینه، یعنی من حتی به انگلیسی و اینا هم که تعریف میکنم، اینا که زودتر خیلی کتابا هست که در صفحه 800 یا جلد 5 به شما میفهمونه که منم نمیدونستم، اونا هم نمیدونستن، هیچ کی دیگه هم نمیدونه این مسئله رو. یک حکایتی هم از من ختم بکنم، خیلی کتاب هست که من امیدوارم اینا رو، این کاری که میخوایم بکنیم در واقع برای همین این اپلیکیشن، ما امیدوار هستیم که بتونیم طنز رو بیاریم توی زندگی روزمره مردم، هم حکمت‌هاش رو نقل بکنیم، هم خود اون طنز و تناسب‌ها که به هم می‌خوره و چطور میشه که آدم‌ها قاه قاه می‌خندن. البته شما اینم باید گفتم که قاه قاه خندیدن گاهی اوقات هم زار زار خندیدن هم هست. گفتش که یه شعری داره مرحوم حمیدی شیرازی، میگه که به روز آخر هر سال چون دلم نگریست، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست. چگونه ام نتوان گفت، این کسی داند که زار زار بخندید و قاه قاه گریست. گاهی اوقات دلشون خون بوده که این خنده ها رو میکردن، از جامعه، از از خباست ها، از دروغ ها، از اینا، ولی در این حال با دل خونین لب خندان بیاور، همچه جام نیگرد زخمی رسد او ایچ و شنگن در خروش. اینها با دل خونین می اومدن کار میکردن. گفته بود متیو آرنولد به پدرش که ما اگر زخم پات زخم شده بود، اگر خسته بودی، اگر مجروح بودی، ما نفهمیدیم، انقدر شاد و خرم می اومدی به کمک این، به کمک اون. داستان پدرش که تعریف میکنه، به هر حال با دل خونین لب خندان بیاور، همچو جام نگرد زخمی رسد آیچ چنگ اندر خروش. ما امیدوار هستیم که در عین حال که سختی ها در عالم هست، همچنان در طول تاریخ هم بوده، ما بتونیم با این طنز قوی و ادبیات نیرومندی که داریم بتونیم انشاءالله یه قدری شادی بیشتری و ذوق بیشتری و خنده های بیشتری وارد جامعه‌مون بکنیم. سلامت باشید.